وزیر سپسا تشکر از اینکه به رادیو آزادی فرصت دادین در این مقطع حساسی از مذاکرات صلح و پس از امضای موافقتنامه صلح ما بین طالبان و امریکا با شما مصاحبه داشته باشیم. سوال اول من ایست که مطمئن هستین که در 10 مارچ مذاکرات شروع میشه؟ تشکر از شما. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمام تلاش خود کرده و کارها به شدت جریان داره که همه چیز سر وقت انجام بده. مسائلی که روی دست است روی زو کار میشه و انشالله ما در فرصت بسیار نزدیک آماده خواهد باشیم که پشت میز مذاکره باشیم با تمام آمادگی های لازم. یعنی فرصت نزدیک منظورتان 10 مارچ است و 10 مارچ شما آماده هستین که روبروی ملا برادر بشینین و به مذاکرات صلح بپردازین؟ حتی اگه پیشتر از آماده شویم ما چون در متن موافقتنامه 10 مارچ ذکر شده، مردم افغانستان شاید بخواهیم بدانند که دولت افغانستان به 10 مارچ آماده است و شما یه اطمینان رو میتین؟ موافقتنامه بین طالبان و بین ایالات متحده آمریکا بوده. ما این رو به دیده یک فرصت میبینیم و با استفاده از فرصت تمام آمادگی را میخواهیم که داشته باشیم و در وقت مناسب پشت میز باشیم. وقتی که شما میگین که این موافقتنامه ما بین آمریکا و طالبان هست، یعنی خودم ملزم به رعایت مفاد از اون نمیبینیم؟ ما این رو به چشم یک فرصت میبینیم. ملزم کسایی هستند که امضا میکنند در طرف سند و ما این یک فرصت میبینیم و به خاطر منافع مردم افغانستان از هر فرصت استفاده میکنیم. درست، اما در اعلامی مشترک که شما امضا کردین و اعلان کردین با ناتو و امریکا این بحث مطرح شده بود که 10 مارچ باید مذاکرات آغاز شود. بله، ما مذاکرات یک فرصت میبینیم و با تمام نیرو آماده میشیم، آماده هستیم برش و در نزدیکترین فرصتی که بتانه دایر شود، تنها با ما ارتباط نداره، به طرف های دیگه هم ارتباط داره که بتانه دایر شود جلسه، ما آماده هستیم. آمادگی یکی از عناصر اصلی آمادگی آماده شدن تیم مذاکره کننده است. آیا تیم شما تکمیل است؟ از قبل سر از موضوع بحث شده، فعلا بحث های جدی جریان داره و سر تیم مذاکره با مشوره همراه رهبرا و از داخل دولت افغانستان مشوره در حد نهایی است و آماده میشیم و تیم مذاکره واحد جمهوری اسلامی افغانستان پشت میز خواهد باشیم. بسیار خوب، چند نفر خواهد بودی تیم؟ تعدادش میتونه که کم زیاد باشه ولی در حدود 15 نفر تا 20 نفر در نظر گرفته. 20 نفر. دیروز ما با سخنگوی ریاست اجرایی آقای مجیب رحیمی صحبت داشتیم رادیو آزادی. اونا بر ما گفتن تا هنوز هیچ تماسی در مورد اعضای تیم مذاکره کننده با اونا گرفته نشده. بحث صلح یک پکیج کامل است و بحث روی تیم مذاکره یک بخشی از دوست و سر از بحث جریان دار. پس تا هنوز به چیزی به موافقت نرسیدین با جناح‌های مختلف سیاسی که مثلا حزب وحدت، حزب جنبش، حزب اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب جمعیت و غیره، تا هنوز به نتیجه نرسیدین؟ ما و مردم شاهد هستن که من خودم شخصا امرای همه بزرگا دیدم چیزایی را که از و گرفتیم. همش بحث ما روی پروسه صلح بود و بحثای خوبی شده، اونا جمع‌آوری شده، آماده فیصله نهایی است. شما وزیر صلح دولت افغانستان هستین، شخصا احساس میکنین که خودتان آماده مذاکره با طالب هستین؟ بله، ما کاملا آماده مذاکره هستیم و از نقطه اعتماد به نفس آماده هستیم. شما میدونین که همه مردم افغانستان شاهد هستن که شما یک بار رفتین به امارات متحده عربی، شما و چند نفر از مقام‌های ارشد دیگه دولت افغانستان، اما طالبان حاضر نشدن که با شما ملاقات بکنن. تا جایی که ما میشنویم تا به امروز هم هیئت شما به شمول معاونتان را در دوحه حاضر نشدن که همراهشان ملاقات کنن. چی احساس دارین؟ ما فکر میکنم این سوال باید شما از طالبان بکنین که چرا حاضر نمیشن، آیا اراده صلح کردن دارن یا ندارن. این سوال بیشتر متوجه ما نمیشه. این نشان میده که ما در هر فرصت آماده بودیم پیش از او و هیچ فرصتی را رد نکردیم و هر تلاشی را
جواب مثبت دادیم ولی جواب علنی جواب موقف منفی میگیرن و جواب نمیتن او رو باید از ما بپرسن. من احساس شما رو پرسیدم وقتی که شما میرین در هتل منتظر میمانین و طالب حاضر نمیشه که با شما بشینه، حالا معاونتان با یک هیئت بلند رتبه در سطح معینان دولت افغانستان میرن به دوحه و طالب ها حاضر نیستن که با شما ملاقات کنن، چی احساس میکنین؟ احساس میکنیم که اونا یک فرصتی که بر مردم افغانستان وجود داره بر پیشرفت پروسه صلح او رو پشت پای میزنن و نباید ایتو کنن. خب موافقت نامه میان دولت امریکا و طالب ها امضا شد، همه مردم افغانستان شاهد بودن. شما شخصا احساس میکنین و دولت افغانستان آیا احساس میکنه که این موافقت نامه به نفع افغانستان است و مشخصا کدام مواردش شما به نفع افغانستان میبینید؟ ذات موافقت نامه دولت افغانستان او را به چشم یک فرصت میبینه. از یک حالت رکودی که قبلا وجود داشت و پیشرفت صورت نمیگرفت، این یک مرحله بهتر است، یک قدم پیش است. ولی بازم باید در نظر داشته باشیم که هنوز آغاز سفر است، آغاز راست. مذاکره ما با طالبان مستقیما شروع نشده. یک مانعی که وجود داشت برداشته شده. ولی هنوز ما شما باید آغاز کنیم، باید بریم گپ بزنیم و یک سفر آسان نخواد باشه، یک سفر مشکل است. و در نظر داشتی بیاناتی که در اخیر شما دیدین که بعد از امضای موافقت نامه‌شان صورت گرفت، معلوم میشه که بسیار آسان نخواد بود. ولی قرارم نیست که منافع افغانستان بسیار با کارهای آسان تامین شود. هر کار سختی که ضرورت باشه او رو میکنیم که منافع مردم افغانستان تامین شود. زمانی که پیشنویس موافقت نامه در اختیار دولت افغانستان قرار گرفت در ماه سپتامبر، ما شاهد واکنش های جدی از جانب رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقام های ارشد بودیم، مقام های ارشد نزدیک به رئیس جمهور در حکومت افغانستان. چه تفاوت ما بین متن پیشنویس ماه سپتامبر و متنی که سه روز پیش امضا شده وجود داره؟ او سند است که گفتم بین ایالات متحده امریکا و طالبان امضا شده، سند دولت افغانستان نیست. وقتی که سند ما دیدیم بیشتر از 19 مورد بود که سر زوا ملاحظات خود کتبی در ایالات متحده امریکا دادیم که در این موارد نظر ما اینمی چیز است، نظریات خود دادیم. یک تعداد زیادشان در نظر گرفته شده او سند. قبلا او سند از چیزی که فعلا است متفاوت بود، چیزای زیادی در نظر گرفته شد ولی بعض چیزا مانده که موقف ما علنی است و گفتیم که در این مورد ما نظر ما متفاوت است. ولی کل پروسه را من حیث یک فرصت از دست نمیدیم، بازم با او کار میکنیم. اگر دریچه فرصت کمی باز شده کوشش میکنیم که زیادتر باز شود و افغانستان از حالت جنگ به صلح بره. بسیار خوب، در این 19 موردی که گفتین مهمترین هاش چیا بوده؟ مسائل متعددی بود که اونا در تفصیلش مال نمیرم، ولی و همه ایش چیزایی بود که برای آینده افغانستان بسیار مهم و مفید. شما وقتی میبینین که در اعلامی مشترک ما بین دولت افغانستان که این البته مسئولیتش به شما برمیگرده و یعنی دولت افغانستان اعلامی مشترک با امریکا، هیچ نامی از قرارداد استراتژیک میان افغانستان و امریکا و همچنان بی ای سی برده نشده، چی احساس میکنین؟ یعنی این دو سند دیگه اهمیت نداره؟ دلیلی که در متن اعلامیه، در همچنان اعلامیه مهم، این دو سند بسیار مهم ما بین امریکا و دولت افغانستان ذکر نشده چیست؟ شما اگه پشت سند بره، چرا اعلامیه مشترک قرار بود که یک سند نو امضا شوه بین دو طرف، ولی موقف دولت افغانستان این بود که ما یک معاهده اساسی داریم امن رای ایالات متحده امریکا و هم امرای ناتو، امون معاهده معتبر است، از طرف شورای ملی ما منظور شده و او اعتبار داره. ضرورت نیست که بالای از سند ما یک سند دیگر امضا کنیم و در بیانیاش ما دیدین ذکر شد و اینی موقف است و روی امی اصول پیش میریم. اگر او اسناد بسیار مهم باشند باید در اعلامیه ذکر شود که همچو سند ما بین افغانستان و امریکا و ناتو وجود داره، نیاز به امضای سند دیگری نیست. اشاره میشه که قراردادهای امنیتی میان دو طرف، اما گفته نمیشه چرا نام گرفته نمیشه از قرارداد استراتژیک و از بیسه. این یک سوال است در ذهن مردم افغانستان، آیا امریکایی‌ها دیگه به او اعتنایی ندارن؟ آیا او را ما پایان یافته پس از بخصوص بعد از 14 ماه تکمیل خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بدانیم، یا چه برداشت مردم افغانستان میتونن بکنن؟
و او سند معتبر است در جای خود است. تا وقتی که دو یک تغییر به مطابق مفاد از او معاهده 14 ماه آینده تکمیل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پایان بی‌اس‌ای و قرارداد استراتژیک خواهد بود. قرار است که هر تغییری که میآید او تغییر نو دوباره تفاهم توافق شود سر از او. یعنی در پایان 14 ماه قرار است که دوباره مذاکره شود با امریکایی‌ها؟ طبعا پروسه صلح ببینید کاری را که توافق کمرای طالبان شده و مشروط است. مشروط به ایست که طرف طالبان مسئولیت‌های خود ادا کنه. اگر تمام مسئولیت‌های خود مطابق قضا ادا کنه پروسه صلح در افغانستان تکمیل شده می باشه قبل از او. و وقتی که پروسه صلح تکمیل شوه او یک فضای نویره به وجود میاره و در مورد از او رابطه فیما بعد در وقت تصمیم گرفته میشه. بنان فرض ایست که در پایان 14 ماه بی‌اس‌ای و قرارداد استراتژیک پایان یافته است. نه. اگر طالبان به ما لزومی نیست، لزومی نیست که حتما پایان یافته است. در اون وقت باید گپ زده شود که چه میشه. بسیار خوب، یک از موارد جنجالی که آره تقریبا تبدیل به بنبست شده ما بین دولت افغانستان و طالبان رهایی 5000 زندانی است. برداشت و خانش شما از اعلامیه و قرارداد موافقتنامه طالبان و امریکا در رابطه مشخص رهایی زندانیان چیست؟ اولا یکی از نکاتی که دولت افغانستان مکررن واضح ساخته که ما تعداد زیاد زندانی ها را در یک وقت اعلان نمی کنیم. پیش از اینکه سند امضا شود یا در حالی که سند در حالت شکل گیری بوده در او وقت گفته شده بسیار واضح ساخته شده. علنی هم گفته شده. مردم افغانستان هم از جیران گذاشته شده که این موقف دولت نیست و ما به این شکلش رعایت نمی کنیم. حالا آیا دولت افغانستان با این کار خود مانع پروسه صلح میشه؟ نه. مسئولانه رویه میکنه دولت افغانستان. این که دولت افغانستان حتی در مسئله زندانیا حسن نیت نشان داده یا نه ما شاهد هستیم که در عید گذشته ما یک تعداد زندانیا را آزاد کردیم. هر بار یک تعداد از مردم افغانستان از آزاد شدن زندانیا تشویش داشتن ولی دولت بازم امی جرأت کرده که به خاطر ایجاد حسن نیت قدمای رو برداره. یک تعداد زندانیا آزاد شد و طالبا برای اولین بار اعلامیه دادن استقبال کردن از این کار. چرا این کار کردیم؟ از خاطر از اینکه دولت افغانستان نشان بده که ما به اراده خود بدون از اینکه کدام ارتباطی به یک تعهد دیگه داشته باشه ما به اراده خود میخواهیم که صلح بیاید و دیسه آزاد کردن زندانیا اقدام میکنیم به اراده خود به خواست خود و من حیث یک استراتژی ایجاد اعتماد او کار کردیم. آزادی زندانیا وقتی که این باید نتیجه مذاکرات طالبا امرای جمهوری اسلامی افغانستان باشه نه یک پیش شرط. اگر او پیش شرط میمانن اونا در یک فهم دیگه هستن باید این فهمشان درست شوه و او را پیش شرط نمیتن پیش شرط قبول شده نمیتن. در رابطه با بند 30 بخش اول موافقتنامه امریکا و طالبا که البته متن انگلیسیش فعلا دست ما است در اینجا واضح گفته شده که 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی دولت افغانستان تا 10 مارچ باید رها شوند. شما به همکاران امریکاییتون در این رابطه اعتراض کرده بودیم قبل از بله موقف واضح شده بود هم به صورت کتبی برشان داده شده بود هم در جلسات بحث شده بود و هم در پبلیک این موضوع گفته شده قبلا هم گفته شده و اونا تعهد کردن که ما ایره تسهیل میکنیم در تسهیل از سهم میگیریم. یک خواست است طبعا هر طرف در یک پروسه مصالحه هر طرف خواسته خود می داشته باشه و خواسته خود بیان هم میکنن و روی میز هم میارن. این یک پدیده نادر نیست که هیچ وقت صورت نگرفته باشه. هر کس میتونه هر طرف میتونه خواسته خود مطرح کنه. حال موقف دولت افغانستان است که زندانیا 5000 زندانی امکان رهایش نیست. هیچ زندانی امکان رهایش قبل از 10 مارس نیست. آزادی هر زندانی باید دلیلش
پیشرفت پروسه صلح منافع دراز مدت مردم افغانستان باشه در او پروسه میتونه، ولی ای زاده تفاهم روی این موضوع باید در مذاکرات بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صورت بگیره. بسیار خوب، شما حاضر نیستین که 5000 زندانی رها شود قبل از 10 مارس حتی اگر منجر به قطع پروسه صلح شود؟ ما چون طالبان گفتن که ما میخواهیم که گپ بزنیم روی کل موضوعات، یک بسته از مسائل است. طالبان میخواین زندانی ها آزاد رو در رو با هم میشین؟ بله. نه، شرط طالبان است که اگر زندانی ها رها نشوه ما به جنگ ادامه میدیم. دیروزم شما حتما شنیدین که گفتن که کاهش خشونت تنها در برابر امریکایی هاست، در برابر نیروهای حکومت به اصطلاح از اونا کابل جنگ ادامه پیدا میکنه. یعنی این یک بنبست جدی است. شما حاضر نیستین ولو به قیمت برگشت جنگ و ختم پروسه صلح زندانی ها رها کنند، درست؟ دولت افغانستان، شما پیشتر گفتین که چرا هیئتتان در قطر است. ما تمام تلاش های خود کردیم که بنبست ایجاد نکنیم، پروسه صلح مختل نکنیم، معطل نکنیم و تأخیر نکنیم، ولی گپ زدن تنها به زبان زور، او هم که بگویی که ما همراه هر کس گپ میزنم غیر از طرف مقابل خود که جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان است. جنگ همراه هیچ کس نمی کنم غیر از جمهوری اسلامی افغانستان. و این تصمیمای خود از پایتخت های بیرونی از اونجا اعلان کنین، این اراده قوی نشان نمیده. بسال من از اینجا صدا میکنم سر طالبا که این موقف گیری ها کمک نمی کنه. لطفاً پروسه صلح را مشکل تر نسازین، بیاین مذاکره مستقیم شروع شوه. او کمک میکنه که همه خواسته ها روی میز باشه. او خواسته مردم افغانستان، خواسته شخصی هیچ کس نیست. امی زبان شدیدی را که فعلا استعمال میشه ای کمک نمیکنه به پروسه. اگر قرار است که با مردم افغانستان، با جمهوری اسلامی افغانستان اونا بشینن مذاکره کنن، کنار بیاین و حل کنن مشکله، باید موقفای واقع بینانه تر و عملی تر و پیامای روان کنن که مردم افغانستان درک کنن که واقعا یک نفر صلح میخواد. معلوماتی که بر ما میرسه، گزارشایی که از هر جای پخش میشه، ایست که یک از دلایلی که طالبا هنوز هم حاضر نیستن به هیئت شما در دوحه ببینن ایست که شما میگین ما تنها، هیئت ما تنها سر زندانیا صحبت نمیکنه. این حیات تماس ابتدایی است، باید روی مسائل دیگه هم صحبت شود، مثل آتش بس و مسائل مورد علاقه دیگه حکومت افغانستان، درست هست میگم؟ این حیات یک حیات است به نام تماس مقدماتی. اینا حتی بحث هم نمی کنه روی موضوعات. وظیفه ایزوان نیست که اونا در جزئیات هیچ موضوعی داخل شون بحث کنن، فقط نکاتی که ما میخواییم در اجندای بحث باشه، نکاتی که طالبان میخواییم در اجندای بحث باشه، اونا موره بشینن با هم موافقه کنن. فقط ای که کدام موضوعات حاضر هستیم که سرش بحث کنیم در آینده وقتی که مذاکرات شروع میشه. بنان هیئت شما رفته که برای اونا بگه که اجندای بحث آینده ما رو روشن بسازیم، نه ای که بیاین روی زندانیا صحبت کنیم، درست؟ ببینید، زندانیا خواست ازواست، اونا میخواین سر زندانیا بحث کنن. جمهوری اسلامی افغانستان موضوعات دیگه ای داره که برگرفته از خاص مردم افغانستان است و نکاتی است که در لوی جرگه نماینده مردم افغانستان مطرح کردن. ما امواره ماندیم که فقط اونا بگوین. خب وقتی که میشینیم روبروی سر امی چیزا بحث میکنه، این نکات شما آوردین سر میز، این نکات ما آوردیم. اما سوال کلانتر که اینجا مطرح میشه، چون یک گپ نو است که ما از شما شنیدیم، است که آیا در فرستادن امی هیئتی که شما هیئت تماس ابتدایی به دوحه فرستادین و همچنان آژنده هایی را که پیشنهاد کردین که باید در مذاکرات بعد روی صحبت شود، با سیاسیون و وقتی که شما میگین هیئت ما همه شمول خواهد بود، مذاکرات ما همه شمول خواهد بود، با اونا مشوره شده؟ نکات نظر از اونا گرفته شده؟ اینا نکات زیاد نیست، اما تعیین کننده آژنده های مذاکره خواهد بود. بله، ولی این نکات است که خواست مشترک هم است. در همه بحثایی که شیشتیم امین نکات ماست. مثلا آتش بس دائمی فکر نکنم که هیچ
رهبر یا هیچ طرف سیاسی مخالف است. اما دکتر عبدالله روز کنفرانس مطبوعاتی داد جناب عزیز صاحب. کنفرانس مطبوعاتی و یک از موارد اعتراضش امی بود که هیئت فرستاده شده و با ما مشوره نشده. این پروسه جریان داره، وقتی که کار هر قدمی که پیش میره به مشوره همه خواهد بود. بسیار خوب. سوال دو سوال آخر من. یک سوال ایست که شما وقتی که با طالبا سر میز مذاکره میشینین، مطمئنه که از مسائل اساسی مورد بحث چگونگی شامل ساختن طالبا در قدرت سیاسی است و اونا قدرت سیاسی میخواین، درست؟ چی میکانیزمه برای وارد کردن طالبا در قدرت سیاسی شما در نظر داره؟ در یک مشوره دوامدار در این طرف در جمهوری اسلامی افغانستان باید صورت بگیره و بعد از او نتیجه مذاکره هم رای طالبا خواهد باشه. از پیش ما هیچ مکانیزم تیاری را نداریم که بگویم که این مکانیزم میاین شما سال هاست که در مورد سوال فکر میکنید، درست است؟ بیش از یک سال میشه که شما وزیر صلح هستین، اگر اشتباه نکنم شاید کمتر. بله، شورای عالی صلح دولت افغانستان وجود داشته از سالها، تقریبا از سال 2010 به این طرف یا 11. در این مدت یک مکانیزم هنوز فکر نشده؟ 6 روز مانده به مذاکره جناب وزیر. قرار نیست که مکانیزم یک طرفه تعریف شود. اما چیزی که شما در نظر دارین چیست؟ ببینین، عباس استانگزای دیشب گفت که ساختار نظامی سیاسی افغانستان برای اونا قابل قبول نیست به این شکل موجودش. بحث ساختار نظامی سیاسی البته مورد انتقاد سیاسیون داخل جمهوری اسلامی افغانستان هم بوده. شما در این مورد فکر کردین؟ ببینین، این مسئله مهمترین مسئله آینده افغانستان است. هر کسی که از اون طرف هم گپ میزن نظر شخصی خود بیان میکنه، من میتونم نظریات شخصی خود بیان کنم، ولی به این مفهوم نیست که این یک موضوعی است که توافق شده است یا ساخته شده است. از پیش باید نظریات زیادی وجود داره، طرحهای زیادی وجود داره، ولی طرحی که عملی میشه نهایش باید تفاهم شما باشد. حکومت افغانستان و در مذاکرات حاضر نباشین از اونا بگذره چی هست؟ تفاهم در طرف جمهوری اسلامی افغانستان همه چیز تصمیم گرفته خواهد شد مطابق در یک مکانیزمی که همه دو شامل باشن و پیش از وقت خط سرخ کشیدن و او چیزا مفهوم نداره. او سنده که روی جرگه داده او پبلک است، شما میتونید ببینید امون نکات شامل اجند است. من مکانیزم شما رو نپرسیدم، اما نکات که حکومت افغانستان حاضر نخواد بود که از او بگذره، مثلا از رئیس جمهور ما گاهی شنیدیم که بحث قانون اساسی افغانستان بوده، بحث نیروهای نظامی افغانستان بوده و گاهی هم مسائل حقوق شهروندی بوده. مردم افغانستان از شما به عنوان وزیر صلح میخواین بدانن که در آژندای دولت افغانستان چیزهایی که غیر قابل گذشت هستن چی چیزها هست؟ دستاوردهای سالهای گذشته یکی از ارزشهای مهمی است که باید حفظ شود، ولی بازم براتون میگم که ما شخصا یا من یا هیچ کس دیگه تصمیم نگرفته. لوی جرگه خواسته شد، اونا تعیین کردن که امی چیزا بر ما من حیث ملت افغانستان مهم است، امی ها را صیانت کنین و اگه قرار است که مذاکره شد و روی زو تفاهمی هم شد امو طریقه را هم گفته. مثلا شما قانون اساسی رو گفته، بران هیچ خط سرخ دائمی بر شما وجود نداره، هر چیز قابل بحث است و میکانیزمی برای تغییرش هم وجود داره پیشتان، درست؟ چیزایی را که مردم افغانستان گفتن مهم است برشان، اگر گفتن که او خط سرخ است او خط سرخ ماست، اگر گفتن که خط سبز است او خط سبز ماست، ما اون امور تعقیب میکنیم و از خود این چیز دو نه اضافه میکنیم نه کم میکنیم. و گفتم سند لوی جرگه موجود است، میتونیم راجعه شد. خب اگر با طالبا مذاکره شروع شد و نتیجه مذاکره ای باشه که حکومت نو شکل بگیره یا عبوری یا حکومت مشترک با طالبا، حکومت موجود حاضر به استعفا است؟ این موضوع فعلا موضوع بحث نیست. نباید پیش از اینکه با محالت رسیده باشیم سر موضوعاتی که صورت فرضی گپ بزنیم. موضوعات حل موضوع افغانستان به چیزای فرضی نمیشه. مذاکرات شروع شد و پیش بریم چی ایجاب میکنه و هر چی که در مذاکرات توافق شد و طریقه ایست که تیم مذاکره فقط میره اما صلاحیتی که برشان داده شده سر اون مذاکره میکنه. اگر از او حیطه بیرون میباشه پس باید بیای از رهبری صلاحیت بیشتر بگیره. عین گپ در طرف طالباست. وقتی که کل سند نهایی شد
اما اصلی حاکم خواهد باشه که تا که سر کل چیز تفاهم نشده سر هیچ چیز تفاهم نشده، اونم اصل رعایت خواهد تا آخره. وقتی که سند بین دو طرف نهایی شد، اون سند باید بیایه از طرف شورای ملی ما، از طرف لوی جرگه، هر مکانیزمی که در امو وقت تصمیم گرفتش از طرف زو منظور شد و ملت افغانستان باید صحه بگذاره سر زو و زو دولت افغانستان امور عملی میکنه. شاد شکر جناب وزیر صاحب، سلامت باشید.